باز به شما بگم علی رغم بحثایی که راجع به مثلا مرحوم شریعتی هم میشه، دکتر شریعتی که خب مثل خیلی مثل هر متفکر دیگری بحثای متعددش ممکنه قابل نقد باشه و قابل نقد هم هست واقعا، ولی در این حال این تعریف و تصویری که یه عده‌ای ساختن که مثلا یه آدم ضد آخوند، ضد حوزه، ضد چی بوده و یه آدم چون کراوات میزده و ریشاشو میزده از توانا پس یه آدم چون تو غرب مثلا دفعه درس خونده یه آدم، مثلا اینجوری نبود واقعا. دکتر شریعتی نسل قبل میدونن، از رو آثارش هم میشه فهمید، از برجسته ترین نکته در او سوز و شور شیعی و درد دینش بوده، اشکالات معرفتی بر او وارده در باب بسیاری بحثاش که بعضیاشو خب بعضی بزرگان هم همون موقع که دوستانشون هم بودن گفتن و کردن، ولی در این حال چهره سازی که ازشون بعضی اتفاقا دشمنان انقلاب اسلامی کردن برای که مصادره کنن چهره های انقلاب رو به نفع خودشون یه جا، این چهره ها اینجوری نیست. خود شریعتی در نوشته هاش حتی آخرین نوشته هاش هستی میگه اسم امام رو چند بار میاره در سالهای 4-5-6 سال بعد از تبعید امام و میگه نام امام مدرس و کی و کی، و میگه که همه امید ما و نجات این نسل همه چیز بستگی داره و همه امنگاه ما به خلوص و قدرت روحی و به پایگاه مردمی و مقاومت این دسته از روحانیت و در رأسشون امامه. گرچه میگه اینا نماینده فضای حاکم بر حوزه ممکنه نباشن و نیستن و حتی با این مجاهدت ها و مبارزاتشون مرجعیتشون و مشروعیت علمایشون بین صنف خودشون ممکنه بین بعضی ها به خطر بیفته، ولی ایشون از زندان که آمده بود بیرون، عبوی بنده تو مشهد نقل میکرد چون منزل ما میامد، میگفت ایشون از زندان که آمد گفت اصلا توی زندان من رو به عنوان جزء شاخه چپ خمینی یعنی چهره زبان دانشگاهی خمینی به من میگفتن سواک، و من اتهامم این بوده که از اتهامات من در زندان این بود که من مقلد آیت الله خمینی ام و من افتخار میکردم. و اونجا میگه که یکی از کسانی که علیه من کتاب مینوشت و میخواست هی ثابت کنه که من بیدینم، یکی از اتهامات منو نوشته بود در ضمن فلانی مقلد خمینی هم هست، به عنوان یکی از اتهامات من، یکی از این مقدسهایی بود که امام هم قبول نداشت، طرفدار جدایی دین از سیاست بود. میگفت این تو کتاب تو مقالش نوشته فلانی مقلد خمینیه، و من بهش گفتم عجب منتقد مفیدی و عجب اعتراض خوبی، یه امتیاز رو برای من به عنوان اتهام میشموره، این بالاترین افتخار منه که من مقلد امام باشم. و گفته بود که هدف من از نقد روحانیت و از روحانیت هم دفاع از جبهه صالح روحانیته، اصلا اونا رو نقد بکنم برای که از اینا دفاع بکنم، و این کاریست که خب خود امام در رأس همه کردن. امام تعبیر میکرد به اسلام آمریکایی، حالا او تعبیر میکنه به تشیع صفوی، امام میگفت اسلام ناب و اسلام آمریکایی، او تعبیر میکرد به تشیع علوی و تشیع صفوی. ممکنه تو تعبیرات یا تو مصداقها تندروی افراد اشتباه شده باشه، اما اصل مثلا اینجوری نیست که یه چیز بدعتی بوده باشه. تندتر از خود شریعتی شاید آقای مطهری نقد میکرد روحانیت رو، شما مطالب آقای روحانیت آقای مطهری رو برید ببینید در این باب تعابیری که ایشون داره، مطابق از اصل اشتفا میکرد و میگفت ضرورت داره بعضی اصلاحات. اشتراکات بسیاره بین متفکرانی که گفتمان انقلاب اسلامی رو ساختن، ما باید رو اشتراکات تکیه کنیم، رو نقاط تفاوت هم فکر کنیم، نقد بکنیم، هیچ عیبی نداره، لازم هم هست، بنده خودم هم جز منتقدینم که باید نقد کرد، اما نقد کردن یه متفکر مسلمان نباید به مفهوم نفی تمام ارزش هاش بشه. این یه نکته که من به عنوان مقدمه خواستم عرض بکنم برای که تأثیر داره تو کل بحث.